هستم با یه برنامه دیگه از جیوان شو که کاری مشترک از فارسی وان و رادیو جوان هستش، در خدمتتون هستیم. امیدوارم که هفته خوبی داشتین، آخر هفته بهتر. این هفته مثل هفته های دیگه با یه سری از آهنگا و میوزیک ویدیوهای منتخب رادیو جوان باهاتون هستیم. اولین آهنگی که میخوام این هفته براتون بذارم آهنگ بنیامین هستش به اسم اصلا صداش کردی. هر کی به من میرسه ازم اینو میپرسه، اون تو رو تنهات گذاش، اون تو رو دوست نداش، یا تو رهاش کردی، کم تناش کردی، تو هم نگاش کردی، تو هم تلاش کردی، وقتی که داش میرفت، وقتی میذاش میرفت، اصلا صداش کردی، گریه براش کردی. خب آهنگ اولو شنیدیم. آهنگ بعدی که براتون در نظر گرفتیم از سروش دادخواه هستش به اسم نمیخوام بدونه. موزیک فوق‌العاده قشنگی داره و شعرش هم خودش گفته. نمیخوام بدونه اینجوری غمگینم، به همه آدم ها بدبینم، هنوزم خوابشو میبینم، حرفاشو هنوزم فراموش نکردم، چیزی نمیدونه از دردم، دوست دارم فکر کنه سردم. خب آهنگ بعدی که براتون انتخاب کردیم یه ذره با چیزایی که تا حالا براتون پخش کردیم فرق داره. این آهنگو برای کسایی که طرفدار موسیقی زیبای سنتی ایرانی هستن انتخاب کردیم. آهنگ جدید از همای مستان به اسم Goat and Shepherd. قیدر حق سوز اشتن بکردرون یرگنن، قیدر حق سوز اشتن یرگنن dik direknen ay ay buzi jon nana be buzi jon dosan ton buzi jon bevishim bekhob buzi jon. بعدی که این هفته براتون انتخاب کردن یه آهنگ هستش از یه دختر با استعداد ایرانی به نام پرناز پرتوبی. اسم آهنگ آفتاب هستش. من دفعه اول این آهنگو شنیدم، واقعا ازش لذت بردم. امیدوارم که شما خوشتون بیاد. بریم با هم این آهنگو گوش کنیم و بعدش میریم سراغ دی جی داستین ببینیم برای این هفته چه موزیک ویدیوهایی براتون آماده کرده. بر من چو میگذری چون آفتابی سلام، دی جی داستین هستم در یک برنامه دیگه از جیوان شو. من امروز اومدم یه بازار اینجا در دبی به نام مدینا جمیرا. بعضی مغازه هنوز باز نکردن، کار دستی دارن، چیز آنتیک دارن، منم علاقه دارم به این چیزا. میام گهگودر اینجا چرخی میزنم و یه چیز کوچیکی میخرم. این هفته موزیک ویدیو خیلی قشنگ من دیدم توی سایت رادیو جوان. یه گروهی هستن به نام ماه بانو بند. این آهنگ جان عاشق که شعر از مولانا هستش به نظر من بسیار قشنگه، موزیک ویدیوش هم خیلی قشنگه. اینو براتون پخش میکنم، اینو ببینیم و برگردیم. یک دو سه چار، یک دو سه.
عاشق دم زند، گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند. وین عالم بی اسرار، وین عالم بی اسرار، چون ذره ها به هم زند، شوری در افتاد در جهان، شوری در افتاد در جهان، وین سور بر ماتم زند. امیدوارم از موزیک ویدیو اولی که براتون پخش کردم لذت برده باشین. موزیک ویدیو دوم از گلاره شیبانی هستش به نام من عاشق شدم، که فکر کنم حرف دل خیلی از دخترهای ایرانی هستش. گلاره دو سال پیش با آهنگ نگو تنهایی که بسیار خوب بود و قشنگ بود گل کرد، ولی موزیک ویدیو اون آهنگ یک سال بعد ریلیز شد. این دفعه این آهنگ و موزیک ویدیوش با هم ریلیز شده که به نظر من خیلی خوبه، چون حس رو واقعا منتقل میکنه. اینو با هم دیگه ببینیم. در ضمن فکر کنم سارا این هفته با گلاره مصاحبه کرده که میتونین اونجا یه ذره بیشتر با گلاره و کاراش آشنا بشین. عاشق شدم، عاشق کوه یخی، فکر کنم عاشق شدم، آره کوه یخی، گدایی میکنم محبت از چشماش، من آتیشم ولی بازم سرد چشماش. من عاشق شدم، آخه من دیوونم، بکنم تا ابد اینطوری بمونم. اینو خوب
شاید منو میخواد، اما واسه یه بار میخواد منو قده عمره یه نخسیگاه. حالش بد نمیشه، دلش تنگ نمیشه، آخه عاشق بودن اینجوری نمیشه. باید قبول کنم که پر سنگ دلش، سرتر از خود شما چشمای خوشگله، اما میگه هنوز که عاشق منه، لبهاشم و میگم که قاتل منه. من عاشق شدم، من عاشق به قسمت مصاحبه رسیدیم. این هفته با یکی از خواننده‌های جوان ایرانی به نام گلاره شیبانی در خدمتتون هستیم. گلاره جون سلام، خوبی؟ سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی. من گلاره شیبانی رو چه جوری معرفی می‌کنی؟ اگه خودت بخوای گلاره رو معرفی کنی چه جوری معرفی می‌کنی؟ متولد 64 هستم. بعد 15 سال گرفتاری کار موزیک می‌کنم، خوانندگی. چی شد که اصلا به موزیک علاقه‌مند شدی؟ خب از بچگی خیلی علاقه داشتم، می‌گیم همیشه در حال جیغ زدن و آواز خوندن بودم. تو خونه مایکل جکسون اولین آیدلم بود که میرقصیدم، پرفورم میکردم برای فامیلمون. سبک مورد علاقت چیه؟ خیلی سبکای مورد علاقه دارم. در حال حاضر جاز لاتین رو خیلی دوست دارم، فانک خیلی دوست دارم، آرنبی رو خیلی دوست دارم، موزیک خوب کلن دوست دارم. الگوت کیه؟ کارهای کدوم خواننده ها رو بیشتر دنبال میکنی؟ من خودم آیدلام تغییر کرده و همینجوری که زمان میگذره. الان بیانسه رو خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه یه چند سالی وقتی که تو چین شروع کردم کار کردن، یه مدتی من چین شو اجرا، اونجا مجبور بودم که هم روی استیج برقصم، هم بخونم، هم شو داشته باشم، یعنی یه چیزی رو، یه اکسپرشنی رو بگم. بعد این ستفاد با هم کردن خیلی کار سخت. من این تجربه رو وقتی که کردم فهمیدم که بیانسه چقدر الان نسبت به خواننده‌های دیگه که تو اینترتینمنت پیشم ای آیدل های دیگه هم دارم، مثلا شده رو خیلی دوست. برنامه های آینده چیه؟ فعلا برنامه هم همینه که موزیکایی که ضبط کردم و ویدیو درست بکنم بدم بیرون، سعی کنم که با آدم های حرفه‌ای‌تری تو هر پلتفرم کار بکنم و یکی برای خودم باز بکنم توی مارکت ایرانی. و چیزی که خیلی هم دوست دارم انجام بدم و پلانم هم هست که امسال انجام بدم اینه که چند تا موزیک انگلیسی هم برای مارکت اونور انجام بدم انشالله، که چون که تخصص به من انگلیسی خوندنه، سالهاست انگلیسی میخونم روی استیج و توش خیلی بهترم به نظر همه و خودم. اینه که ولی خب یه خورده که خیلی رقابت اونور میشه، ولی من امسال دارم این کارو میکنم. طرفدارا چجوری میتونن پیگیر کارات باشن؟ میدونم که صفحه فیسبوک داری، ولی برنامه‌ای داری که مثلا یه مارکتینگ گسترده‌تری بتونی داشته باشی؟ آره، باید این کارو بکنم حتما.
ببین وقتی کارت تعدادش یعنی زیاد میشه کار به هر حال استقبال هم بیشتر میشه و بعد فضای بیشتری به طرفدارا یا مردم داده بشه که کار رو بشه. فعلا همین پیج فیسبوک هم دارم و اینستاگرام دارم که خبرها رو میتونم دارم، ولی فنای من بهترین فنای ایران جدی دارم، خیلی خوب واقعا خیلی دوستش دارم خیلی زیاد. با اینکه این همه من کم کار کردم تو این چند سال، همش انرژی مثبت دادم، همش پوشم کردم که رو دوستتون دارم. خب گلارا جون، چیزی هستش که خودت دوست داشته باشی اضافه کنی؟ نه چیز خاصی تو ذهنم نیست، ولی همون چیزی که گفتم، دوست دارم بین بچه‌ای که موزیک کار میکنم تو همه صف آرمبی، پاپ، راک، رپ، هیپ هاپ، دوست دارم که دوستی پیدا بشه که هممون با هم دیگه اگه کمک کنیم به هم دیگه خب بهتر میتونیم پیشرفت کنیم. دوست دارم که کارایی که چند نفر هست بیشتر ببینم. خب گلارا جون، بازم مرسی که وقتتو بهمون دادی. واقعا از صحبت کردن باهات لذت بردیم. امیدوارم که همیشه موفق باشی و منتظر کار جدیدت هستیم. قربان. برای قسمت نسخه جعلی این هفته یه ویدیو فوق العاده بامزه براتون پیدا کردم. بریم با هم ببینیم. یکی از چیزهای خوبی که این تلفن سونی اکسپریا Z2 داره رادیوشه. این رادیوش بدون اینترنت قشنگ مثل یه رادیو معمولی کار میکنه. شما میتونید موج رادیویی رو بگیرید و موزیک گوش بکنید. حالا اینجا من اینترنت نداشتم، موزیکم نرخته بودم تو این تلفن، پاکش کرده بودم، ولی موزیک با هم بود بازم چون رادیو داره. الان دارم رادیو گوش میدم. در ضمن توی ویدیوهای رادیو جوان به غیر از موزیک ویدیوها یه سری پشت صحنه ها و پادکست های جالب هم پیدا میشه. این هفته یه پشت صحنه هستش از ضبط موزیک ویدیو امیر سطلو به نام نگفته بودی که خیلی طولانی البته، ولی ما یه قسمت هایش رو جدا کردیم برای شما این هفته پخش میکنیم. اینو ببینین، جالبه. ببینیم پشت دوربین چه اتفاقایی میفته، خواننده ها چه سختی هایی میکشن، چه خوشی هایی دارن. دیگه برو و عذابم نده. عرضم به حضورتون، به ما گفتن از تهران داری میای اصفهان، از همه چی فیلم بگیر. والا چمدون بستن رو که یادمون رفت فیلم بگیریم، یعنی انقدر درگیره چمدون بستن بودیم یادمون رفت فیلم بگیریم. الان هم پیاده شدیم ساندویچی، خیلی هم ساندویچی باحالی بود، ساندویچ گرفتیم، اونم یادمون رفت دوربینو ببریم. اینه که اینا رو خودتون بک‌گراند داشته باشید. ما چمدون رو جمع کردیم، داشتی همه چیز رو جمع کرده گذاشتیم تو ماشین، دوستمون هم جمع کرده وسایل فیلم برداری رو، اومدیم ساندویچ هم خریدیم، اینا رو دیگه بداریم به راهمون ادامه میدیم. مرسی داداش، خدافظ. کار با ما نداری؟ قربونه، خدافظ. تطلوه ما الان داداشی، ما چیز کاشانو که رد کردیم، خب فکر میکنم 120 کیلومتر داریم تا اصفهان، نصف جهان. Yeah.
از ما ما دیوار میایم، ما از دیوار میایم. آخه اینجا که ویزا میخواد. دادا من ویزا شو دارم. اردشیر از این خیلی بدش میاد ناکن. اینو میندازی یه دونه از اینا هم میزنی. دو تا نقطه این خط. دو تا نقطه یه خط صاف. ریارو قیافش اینجوریه. خب پل خواجو تابلو زده، پل خواجو تابلو زده. پل خواجو داره اسم اون، نال خوابو داره اسم اون، جار باغ و جل زدون زیان سپانان هست. الان میان به سمت پل فردوسی. آقا اینا میگن خب اینجا کجاست؟ خیلی پله. 33 پله. یا 33 پله یا 40 ستونه. چش. یا تاریخ هم. بله. اینجا شهر توریستیه. اما کور دردشیر ما باشه پشت. چه خوبه پیش تو من. الان کجایی؟ حالا یه جاده تابلو زد به سمت ناهین. ما داریم میریم. جلومون تعداد ماشینه. پشت سرمون هم اردشیره. امشب پایان روز اول فیلم برداری بود که اومدیم توی کبیر. آقای تتلو نمیان توی دهنم پرسه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه نپرسه. روز دومه الان تپیدیم تو ماسته. ماشین امیر رو عیرز چیزی پیش رفت مغزم داره میتره که آفتابش بگیره. صحنه آخره قسمتی که امیر خودش آتیش میزنه. بعد الان یه رو به وایسادیم چون یه ابر اومده اونجا جلو خورشیده گرفته. امیر حست چیه؟ میخوای خودت رو بسوزونی؟ احساس حس پرواز دارم. به به فیلم بردار تا پس کردن نخوره تصویر خوب نمیگیره. مهدی جان نشون بده یه دقیقه. بیا این بر شما بیا این بر اینجا نشون بده. پس کردنی خورده. بله اینجوری ویدئو میسازن. آفتابه ببین پس گردنمونو اینجوری سوزنده. من دو روز اینجا دارم داد و بیداد میکنم. من چی چیزی من آتش گرفتم. بریم 3, 2, 1 نگفته بودی نمیدونی که نی از من بهتری جا. بگو مگه بود چه مرگت هم اینجا. چه مرگتم اینجا.
نتونستم بکنم. هیچ بازار به این بزرگی، بازار به این بزرگی و قشنگی، ولی نه متاسفانه هیچ نتونستم پیدا کنم. من چای خریدم. چای آفرین، چای خوری پس. او آره. چقدر جالب، من خیلی چای دوست دارم اتفاقا. میکس مخصوص خودشو داشت، داد بو کردم خیلی خوبه. البته من ازش کنم میدم، امتحانش کنم میدم چجوری. دوتا گرفتم یه دونه میدم به شما برمیدم. دست در نکنه، ممنون، مرسی. خب بینندگان عزیز، بینندگان عزیز خیلی خوب بودی، مرسی، خیلی ممنون، قربان شما. به آخر برنامه این هفته جیوان رسیدیم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لینک این برنامه در فیسبوک فارسیوان، پیج فیسبوک فارسیوان قرار میگیره. شما میتونین برین ویدیوهایی که به نظرتون بامزه است، قشنگه، ما میتونیم استفاده کنیم تو نسخه جعلیمون. هر چه بیشتر هم بهتر برامون بفرستید. لینکشو اونجا برای ما توی قسمت کامنتش بذارین. ما اینا رو نگاه میکنیم، انتخاب میکنیم از بینشون. و همینطور هشتگ ما رو هم یادتون نره. این هشتگ من خودم همیشه یادم میره، ولی هشتگو مثلا کوتاه گرفتیم که آسون باشه. هشتگ J1. اگرم احتمالاً دسترسی به این وبسایت ها، یعنی به فیسبوک، یوتیوب براتون سخت هستش، میتونین از وی پی ان استفاده بکنید. دیگه من فکر می کنم همه این روزا میدونن از وی پی ان چجوری باید استفاده بکنن. اگرم احتمالاً نمیدونید، مطمئنم تو فامیل بالاخره بچه‌ها هستن که نشون بدن جوونا خوب میدونن، یا از دوستا و آشنا میتونید بپرسین. اینجوری هم ما از ویدیوهای شما بهره مند میشیم و شما میتونید برنامه‌های ما رو ببینید. من دیجه داستین و منم سارا هستم. امیدوارم که هفته خیلی 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 خوبی داشته باشین. هفته دیگه با یه برنامه بهتر و جدیدتر در خدمتتون هستیم. مرسی، قربان شما. خدا خدا.